پایم که رسید به فرانسه با اولین رفتارها و سوالهایی که درباره حجابم میشد و به خصوص درباره وضعیت و شرایط ایران متوجه شدم آنجا کسی من را نمیبیند. آنکه آنها میدیدند و با او سر صحبت را باز میکردند یک مسلمان ایرانی بود، نه نیلوفر شادمهری. خاطراتی را مرور میکند که بهار امسال کتاب شد و روانه بازار. خاطراتی از دوران دانشجوییش در فرانسه. این خاطرات مربوط به زمانیه که من تنها بودم فرانسه. من ازدواج نکرده بودم. این خاطرات قبل از ازدواجم. دانشجوی نخبه که برای تحصیل در مقطع دکترای طراحی صنعتی به یکی از بهترین دانشگاه‌های پاریس دعوت میشه. به من گفتن که خب پاشو بیاد که استاد راهنماش رو ببینه و یه مذاکره بکنن. روز اولی که من رفتم خدمت ایشون خیلی جا خورد، من رو دید. شاید فکر نمی کرد که مثلا حالا اون خانوم با یه همچین ظاهری بیاد. ظاهر و پوشش نیلوفر باید تغییر می کرد. به من گفتش که تو همینجوری می خوای بیای دانشگاه، اینجوری این با دست. خب فکر کردن نداشت، واضح بود که من اون تیپی خواهم رفت. اینه که همونجا ماجرا تموم شد. پایان تحصیل در آن دانشگاه اما براش پایان راه نبود. نیلوفر در فرانسه ماند و دانشگاه دیگری از او دعوت به تحصیل کرد. من وقتی رفتم توی لابراتوارمون اولین ایرانی بودم که تو اون ساختمون اصلا وارد شده بود. اولین بودن برای نیلوفر میشه یک مسئولیت. دختر 25 ساله‌ای که قدم در مسیر سختی میگذاره. به من میگفتن که تو اومدی دکترا بخونی؟ بله. مگه لیسانس و ارشد داری؟ خب بله. بعد تو رشته دیزاین؟ خب آره. مگه اصلا ایران دیزاین داره؟ بله. مگه خانوما میتونن درس بخونن تو ایران؟ و پاسخ همه این سوالات میشه نیلوفر، میشه رفتار تحصیلی او و سبک و سیاق زندگی و تعاملش با دیگر. خیلی زیاد پیش میومد که طرف به من میگفت شما درست میگید، حق اونی که شما دارید میگید، و خیلی برای من این جذاب بود. خاطرات این دختر ایرانی هرچند به سادگی رسم و رسوم مردم کشورشه، اما برای دوستانش در فرانسه گاهی حکم نسخهی شفابخش رو پیدا میکنه. بهشون گفتم که خیلی برای ما آدمهایی که هرچی سن میره بالاتر احترام بیشتری دارن، چون این مجموعه ای از تجربیاته. یعنی اون موی سفید نشون میده این چه حجمی از تجربه رو داره. اما هر کدوم از این جمله ها که برای همه مردم ما بدیهیه، وقتی من میگفتم این با یک حسرتی سر تکون میداد و میگفت چقدر فرهنگ فوق العاده ای داره ایران. و این چیزی بود که من خیلی زیاد تو فرانسه دیدم، مادر بزرگ پدر بزرگ هایی که بعضن نوه هاشون رو ندیده بودن. خاطرات سفیر کتابیه که رهبر انقلاب خوندن اون رو به خانوم ها توصیه کردند. حاصل محدودیت ها و چالش های پیش روی یک دختر مسلمان که تبدیل به فرصت و سرمایه برای کشورش شده. اون شاکله‌ای که شما از من یافته خاتونه توی این کتاب، اون چیزی که از مادرم به من رسیده. ایشون وقت بسیار زیادی میذاشتن برای بحث کردن با ما. ما خیلی با هم دوستیم، مگه نه؟ حالا دانشجوی پرشور دیروز برای دخترش زینب هم همون مسیر تربیتی مادر رو در پیش گرفته. تلاشم این بوده که یه جوری جلو برم که ایشون برای دوره خودش جواب سوالهاشو داشته باشه. یعنی خود من انقدر برای ایشون سوال مطرح میکنم و سوالهای سنگین مطرح میکنم. لابراتوار ما که تازه انسان شده اونجا سخت دیگه. که معمولا هم این طبیعیه که حالا ما انتظار نداریم تو این سن، بهش میگم که اینها جواباش چیه. دکتر نیلوفر شادمهری حالا یک طراح و دکوراتور حرفه‌ای و پرکاره. هنرمندی که از اتاق کار همسرش تا شرکت‌های بزرگ طراحی دکوراسیون داشته. او البته نویسنده، شاعر و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر هم هست. کسی که بعد از پایان تحصیل در فرانسه نماند، اما نشانه های اسیر یک دختر مسلمان ایرانی رو در فرانسه به جا آورد. زینب خانم خداحافظ، خوشحال شدم. خداحافظتون به سلامت. برای اونها که انتخاب میکنن در مسیر ارزش های انسانی حرکت کنن، با وجود محدودیت های احتمالی همیشه راهی برای پیشرفت وجود داره.